درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جای که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذارن و که با شما مطالب روز رو مطرح بکنم با مهمانان عزیزی که دعوت میکنم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که به من کمک میکنن، یاری میدن که این برنامه به خوبی انجام بشه. امروز مهمان عزیزی دارم و از هر فرصتی میخوام استفاده بکنم که هرچه زودتر به اتاق فرمان برم و اونجا به مهمان عزیز درود بگم، چون معمولا من یک پیشگفتاری دارم ولی امروز از پیشگفتار صرف نظر میکنم. بله، درود بر شما جناب امیر، خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. درود بر شما، درود بر بینندگان، درود بر ملت به پا خواسته ایران که همچنان به تلاشش، پیکارش، مبارزش برای رسیدن به آرمانهای ملی ادامه میده و آرزو میکنیم که هرچه زودتر موفق بشه، پیروز بشه، ایرانیان رهایی پیدا کنن، آزادی به ایران بازگرده و نیکبختی و شکوفایی هم به دنبالش خواهد آمد. بسیار سپاسگزارم از پیامی که دادین و مسلماً بینندگان عزیز ما، هموطنان ما هر جای که هستند از پیام شما استفاده میکنند و همیشه ذکر خیر شما در مجامع بین‌المللی هست. جناب امیر، شما با وقت کمی که همیشه داشتین و مورد درخواست همه رسانه ها هستین، من از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتیم و من در خدمتتون هستم و در این مدت کوتاه من سعی میکنم حد اکثر استفاده رو بکنم از نالج شما، از دانش شما برای این برنامه، برای بینندگان این برنامه. جناب امیر، همونطور که حتما میدونین کنفرانس بین‌المللی مونیخ حدود 59 سال هست که کارشو شروع کرده و یکی از مهمترین سازمانهای بین‌المللی امنیتی هست در دنیا. در امسال یک سورپرایزی شد، یک واقعی اتفاق افتاد و اونی که وزیر خارجه یا رئیس جمهور روسیه دعوت نشد، همینطور وزیر خارجه یا رئیس جمهور ایران دعوت نشد و این تقریبا میشه گفت نادر هست که همچین اتفاقی بیفته. خب این یک قسمته، ولی قسمت مهمترش این که از دو تا از اپوزیسیون که در خارج کشور هستند دعوت شد برای جایگزینی وزیر خارجه احتمالاً و این بسیار مورد شگفتی و خوشامدی همه هممیهنان شد و این نشون میده که یک مقدار گردشی هست، به سوی اپوزیسیون، به سوی ملت ایران. من قبل از اینکه بخوام توضیح بیشتری بدم از شما خواهش میکنم که این حادثه رو، این موقعیت رو تحلیل بکنید، توضیح بکنید و که بینندگان از نظر شما این نگاه رو داشته باشن. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، همونطور که گفتید کنفرانس امنیتی مونیخ یکی از بزرگترین همایش های مقامات ارشد کشورهای مختلف است، نه حتما رئیس جمهور یا نخست وزیر، بلکه وزیر دفاع یا وزیر امور خارجه کشورها دعوت میشن برای سخنرانی و بسیار مورد استقبال و بسیار وزنه مهم امنیتی و نظامی در جهان داره. و اینکه حکومت ایران رو دعوت نکردن، این نشان از یک گام دیگر در راه انزوای هرچه بیشتر حکومت اسلامی ایران هست که مورد تنفر قرار گرفته. اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا رأی خودش رو داد، شورای اتحادیه اروپا هنوز تصمیمش رو نگرفته، ولی بسیاری از کشورها جدایی خودشون رو از حکومت ایران اعلام کردند و اونچه که از نظر اروپا بسیار مهم بود مسئله
جدایی آلمان از حکومت اسلامی و انتقادهای شدیدی است که در اون کشور بوده و همچنین کشورهای دیگر اروپای غربی. مسلما این اکت، این اقدام برنامه گذاران کنفرانس امنیتی سالیانه مونیخ نشون میده که چقدر حکومت ایران داره در مقایسه با کشورهای اروپایی از نظر میفته، منزوی میشه و مورد تنفر قرار میگیره. این تلاش دیگری است و ضربه بیشتری است بر حیثیتی که وجود نداره در حکومت اسلامی ایران. بفرمایید. بله جناب امیر، در همین راستا که فرمودین که یک بی‌آبرویی برای حکومت اسلامی خواهد بود، بفهمین که از نظر جهانی، از نظر اتحادیه اروپا و به خصوص مواضعی که آقای جوزف بورل گرفته بوده که الان این کاری که کنفرانس مونیخ انجام داده در حقیقت یک، حالا نمیتونم واژه تو دهنی بگم، ولی هرچی که هست به آقای جوزف بورل و کسانی که مخالف بودند یا میخوان که مذاکراتی رو داشته باشن با جمهوری اسلامی، چه مراتبی رو از نظر شما به جهانیان اطلاع میده این موضوع؟ بله آقای افشین جمع، همونطور که شما هم گفتید، کنفرانس امنیتی مونیخ که هر سال برگزار میشه معمولا سران دولت ها، نه واقعا رئیس جمهور یا رئیس دولت، بلکه وزیران خارجه، گاهی وزیران دفاع، گاهی کارشناسان به نام امنیتی جهان میآیند و در اونجا سخنرانی میکنند و سخنرانی اونها با ابعاد گسترده در رسانه‌های عمومی کشورهای مختلف پخش میشه. و اینکه نماینده رو این بار از حکومت ایران دعوت نکردن، این یک ضربه دیگری هست بر حیثیت رژیم ایران در کشورهای اروپایی، پس از آن که پارلمان اروپا، نه شورای اتحادیه اروپا بلکه پارلمان اروپا که نماینده ملت‌های کشورهای 27 گانه هست، آمدن و سپاه پاسداران رو تروریستی خوندن و توصیه کردن که تحریم بشه. گرچه هنوز شورای اتحادیه اروپا این کار رو نکرده، ولی همین اقدام کنفرانس امنیتی مونیخ هم میتونه ضربه دیگری بر پیکر حیثیت رژیم ایران و موقعیتش در کشورهای اروپایی باشه. بفرمایید. بله جناب امیر، شما به عنوان یک تحلیلگر کارکشته و با تجربه که در اسرائیل هم زندگی میکنین و ناظر تمام کنش ها و اکثر عمله ها هستین در داخل ایران و خارج ایران، میخواستم نظر شما رو به خیزشی که الان در ایران بوده و هست چگونه میبینین؟ دید شما چگونه هست از خیزشی که الان نزدیک به 5 ماه هست که شروع شده و ادامه داره؟ ببینید، در حالی که حکومت ایران فردا پس فردا 44 سال به قدرت رسیدنش رو جشن میگیره، ما احساس میکنیم که در این 44 سال هرگز اعتراضات و خیزش‌های به این وسعت و به این استحکام و به این پایداری در ایران اتفاق نیفتاده. تمام اعتراض‌های خیابانی و تظاهرات رو حساب بکنید، این بار ویژگی‌های بسیار خودش رو داره و این نشون میده که این بار انقلابی است یا خیزشی است یا حرکتی است که به زودی خاموش نخواهد شد. درسته که برخی ممکنه بگن که الان اعتراضهای مردمی به دیوار نویسی و شعار دادن مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خامنه ای از پنجره های خانه ها محدود شده، قبول دارم، ولی این نشون میده که این شعله ای است که برافروخته شده و خاموش نخواهد شد تا به نتیجه برسه، به خاطر اینکه برخلاف اون کودتا یا انقلاب یا دگرگونی که 44 سال پیش رخ داد و علت اصلیش این بود که مردم ایران خمینی رو نمی شناختن و نمی دانستن که در چه راهی میرن و فریب شعارها رو خوردن، این بار ما با نسل جوان، نسلی که در خود
این حکومت اسلامی زاده شده روبرو هستیم که بسیار آگاهند در جهان شاهراه اطلاعات و دستیابی به شبکه‌های اجتماعی از همه چیز که در داخل ایران و در دنیا می‌گذره آگاهی دارند، همه چیز رو خوب می‌شناسند، به دام نخواهند افتاد و با مردم دنیا آشنایی دارند و انرژی بسیار دارند، انرژی زیاد دارند. و زنان ایران هم که حکومت تصور می‌کرد که دیوار کوتاهن که خیلی آسون میشه بر سرشون کوبید و اونها رو خاموش کرد، نشان میدهند که برخلاف مردان، نمیخوام توهین بشه خدای نکرده، ولی زنان ایران ثابت کردن که بسیار پایمردی دارن، بسیار استقامت دارن، بسیار قصد این رو دارن که به هدفهای خودشون برسن. این آمیخته، یعنی نسل جوان و بانوان و شاخه های فریش دانشجویان و دبیرستانی ها هستند، اینها نشون میده که اونها به زودی دست از مبارزه بر نخواهند داشت و برخلاف همه اعتراض های قبلی که تقریبا با سکوت جهانی روبرو شد، این بار ملت های جهان، دولت های جهان، گروه های هنری، علمی، صنعتی و کارگری و غیره، اینها صدای ابراز همبستگی با ملت ایران رو بلند کردن و روز به روز حکومت ایران منزوی تر میشه، روز به روز وضع اقتصادیش بدتر میشه، روز به روز نزاعی که در داخل حکومت هست گسترده تر میشه و اینها همه نشان میده که رژیم در یک قهقرایی، در یک سرازیری قرار گرفته که هر روز شتاب بیشتری پیدا میکنه تا به نقطه سقوط برسه. بفرمایید. در این مورد همین پیرو و همین پرسش من، الان که آقای مهندس موسوی با اعلامیه‌ای که داده، شما فکر میکنین که اثراتی مثبت خواهد داشت یا چه اثراتی میتونه داشته باشه پیام آقای سید حسین موسوی؟ ببینید، شما صحبت از فردی میکنید که نخست وزیر رژیم بود و خیلی زود پی برد که راه اشتباه رو پیموده و در انتخابات از استقبال عمومی برخوردار شد، آرایش رو دزدیدن و بعدش هم چون اعتراض کرد به حبس خانگی انداختنش. ایشون اگر آزاد بود، اگر آزادی کلام می داشت، بیانیه بسیار شدید و لحن‌تر علیه رژیم ایران صادر میکرد و خیلی علنی میگفت که باید برود. منتها در وضعی است که باید در لفافه صحبت کنه و همین واقعیت رو اگر معیار رو در نظر بگیریم، آفرین بر میر حسین موسوی که میگوید باید قانون اساسی رژیم رو تغییر داد. نمیتونه بگه باید رژیم رو تغییر داد، باید قانون اساسی رو تغییر داد و تغییر دادن قانون اساسی مفهوم عملیش تغییر رژیم است. بنابراین با توجه به آنچه که گفتم، اگر میرحسین آزادی عمل داشت، علنا میگفت که این رژیم باید تغییر بکنه. ولی همین بیانیه میرحسین با همه محافظه‌کاریش نشون میده که در داخل حکومت هم دو دستگی ها و چند دستگی ها بسیار بسیار گسترده است و اگر صدای دیگری تا به حال از داخل رژیم شنیده نشده، به خاطر سرکوب ها است. ولی خود در من ارزیابی میکنم که در خود رژیم هم اختلاف نظر و جدل وجود داره که صلاح نمیدونن که عملیش بکنن، علنیش بکنن تا به امروز. بفرمید. بله جناب امیر، ایرانیان خارج از کشور تا قبل از فوت مهسا امینی زیاد فعالیت های چشمگیری نداشتم، ولی پس از اون ما دیدیم که راه پیمایی ها و اعتراضات صد هزار نفری و 50,000 نفری در همین تورنتو داشتن و جاهای دیگه، و روز 11 یعنی روز شنبه هم قرار هست که به گفته بزرگتری اعتراضات ایرانی ها در لس آنجلس انجام بشه و همچنین در واشنگتن که همین
الان این که میگم یادآوری میکنم برای هموطنان عزیز و همچنین در تمام کشورهای در شهرهای مهم دنیا همچین برنامه روز 11 هست که مصادف میشه با 22 بهمن. شما این تغییر رو چگونه میبینین و چه انتظارهای بیشتری رو از ایرانیان خارج کشور دارین آقای امیر؟ بله، من از ایرانیان بسیار قدردان و سپاسگزار هستم که تمام انرژی خودشون رو برای آگاه کردن افکار عمومی دنیا و برای ایجاد فشار از جانب دولت‌ها علیه رژیم ایران به کار می‌برند. بسیار مثبت، باید در ابعاد گسترده همچنان ادامه پیدا بکنه، گسترده تر بشه. این یکی دیگر از ویژگی‌های خیزش 41 است، 1401 است، به خاطر اینکه ما میبینیم که در خیزش‌های پیشین علارغم گسترش جنایاتی که انجام شده بود مردم دنیا به سکوت برگزار کردند، ولی امروز به حدی رسیده و به درجه رسیده که حتی هنرمندان کشورهای مختلف، کارگران کشورهای مختلف، صاحبان نام دولت‌های جهان، خود رؤسای جمهوری، نخست وزیران و غیره علناً با ملت ایران ابراز همدردی و همبستگی میکنند و اونها رو تشویق میکنند. این بسیار باعث دلگرمیه. دو تا اگر و اما دارم. اولش خطاب به ایرانیان برون مرزی هست که اگر اونها دست اتحاد و یاری گسترده تری به هم ندن، اگر همه شاخه‌های سیاسی برون مرزی متحد نشن و یک همایش واحد به وجود نیارن و یک نهاد مشترک ایجاد نکنن که بتونه پایه و اساس دولت آینده ایران باشه، ما به نتیجه نخواهیم رسید. یک اگر دیگر هم هست و اون این که و اگر کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان ابراز حمایتشون فقط جنبه لفظی داشته باشه و به صورت عمل در نیاد، ما به زودی به نتیجه نخواهیم رسید. امکانات کشورهای جهان برای ایجاد فشار حداکثری علیه رژیم ایران بسیار بسیار زیاده. میترسن یا ملاحظه میکنن و هنوز اون امکانات رو به کار نگرفتن. تا موقعی که این وضع ادامه داره، ما از 5 ماه و 6 ماه و 7 ماه هم میتونیم بگذاریم بدون اینکه به نتیجه رسیده باشیم. باید این خیزشی که وجود داره و مهمترین و بالاترین و قویترین هست، یک پله بزرگ دیگر پیش بره تا ملت ایران به نتیجه برسه. بفرمایید. جناب امیر، با روی کار آمدن آقای نتانیاهو به عنوان نخست وزیر جدید، شما چه تغییراتی مضاعف بر ادمنستریشن قبلی در مقابل جمهوری اسلامی فکر میکنین انجام بشه؟ به عنوان مثال میخوام بگم این ریز پهبادی که اخیراً حمله کردن و قسمتی از تأسیسات اصفهان رو زدن و چند قسمت دیگه ای رو که البته اسرائیل هیچ وقت تایید نمیکنه که این کارو کردن، ولی میخوام بگم که این ریز پهبادها، این نظر شخصی منه که قبلا هم گفتم، چرا این پهبادها برای سرنگون کردن، یعنی زدن سر مار انجام نمیشه که تکلیف همه روشن بشه؟ شما معتقد هستیم اگر بشار اسد و این کاری میکردن، ما 500,000 کشته در سوریه نداشتیم. میخواستم که اول اگر ممکنه راجبه، اگر میتونی راجبه سیاست های آقای نتانیاهو یا اون چیزی که به نظر شما میرسه، میدونم که شما اطلاعات آنچنانی که بخوان داشته باشین و بخوان در تلویزیون بگی نخواهین گفت، ولی اون چیزی که به نظر شما هست خواهش میکنم بفرمایید. بله، ببینید، دو تا سوال مطرح کردید. یکی این که چرا آقای نتانیاهو فعالتر الان علیه رژیم ایران در حالی که دولت قبلی سکوت میکرد؟ پاسخ خیلی سادهش این است که
دولت آقای نفتالی بنت و یائیر لپید بر این باور بود که از طریق مذاکرات محرمانه و در اتاقهای دربسته با ایالات متحده بتونه اون جبهه واحدی رو که لازم هست به وجود بیاره و این تلاش نتیجه بخش نبود. ولی در همون حال هم آنچه که علیه اتم ایران عملا باید صورت می گرفت صورت گرفته. همونطور که گفتید من نمیتونم به جزئیات برخی از رویدادها اشاره بکنم، ولی انفجاری در کرج رخ داد، انفجارهایی در نطنز رخ داد، انفجارهایی در کرمان رخ داد و غیره و غیره. متاسفانه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، ما صدامون، تصویرمون با آقای مناشه امیر قطع شد و در طول گفتمانی هم که داشتیم چند بار قطع و وصل شدیم و ما دلیلش رو متاسفانه نمیدونیم که چی بود. امیدوارم که در برنامه بعدی این مشکل فنی رو حالا از طریق هر جایی که هست بتونیم که رد بکنیم و این سوالایی که داشتیم و فکر میکنم حداقل یک مقداری مطالبی که من میخواستم برای شما بینندگان مطرح بکنم شما شنیدیم. ولی برگردم به مطالب دیگه‌ای که خارج از صحبتی که میخواستم با آقای مناشه امیر داشته باشم با شما داشته باشم. یک 18 بهمن که میشه 27 فوریه قرار هست که نمایندگان سازمان ملل در شورای حقوق بشر نشستی رو داشته باشن. از هم اکنون درخواستایی برای نمایندگان سازمان ملل، کشورهایی که در سازمان ملل هستند، درخواست شده زمانی که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران قراره که صحبت بکنه نمایندگان جلسه رو ترک بکنن برای اعتراض به آقای امیر عبداللهیان نماینده جمهوری اسلامی به عنوان وزیر خارجه. و امیدوارم که با کمک هموطنانمون در خارج کشور بتونن فشارهایی رو برای این موضوع به کشورهایی که درش اقامت دارن، به وزارت خارجه و سازمانهای مربوطه اطلاع بدن. در مورد در صحبتی که داشتم با آقای امیر مناشه امیر گفتم که در همین شنبه 11 فوریه قرار هست که در تمام کشورهای مهم دنیا راهپیمایی و اعتراضاتی بشه. یک لوگو هست که همینطور که ملاحظه میکنین گفته میشه بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایرانیان خارج از کشور انجام میشه. ما انتظار داریم که این تعدادی که در لس آنجلس میان رقم 100,000 نفری برلین رو بشکنه. و همچنین در همین روز یک راهپیمایی بسیار بسیار بزرگی در واشنگتن هست. در بنابراین از بینندگان این برنامه، شنوندگان این برنامه، تا روز شنبه که این برنامه پخش میشه درخواست میکنیم که اونایی که دسترسی دارن میتونن که شرکت بکنن، بتونن که کمک بکنن در این مورد. یکی از سوالهایی که من از آقای امیر داشتم که متاسفانه به پاسخ ایشون نرسیدن که پاسخ بدن، و اون این بود که اگر از ریز پهپادها استفاده میشه چرا این جنایاتی که جمهوری اسلامی که منشأش خود آقای خامنه‌ای هست این کار انجام نمیشه. من البته خودم پاسخش رو دارم، ولی ترجیح میدم که این پرسش رو از آقای مناشه امیر بکنم و ایشون بتونن که پاسخ بدن. نماینده های مجلس آمریکا 160 نفر از آنها از هر دو حزب بیانیه‌ای رو امضا کردند و در اون بیانیه خواستن که جمهوری اسلامی رو
تبدیلش بکنن به یک ایجاد یک حکومت دموکراتیک و سکولار. این خیلی به اصطلاح درخواست خیلی بلندیه که آیا این امکانش هست و چگونه میتونن که نماینده های مجلس آمریکا یه همچین درخواستی رو بکنن و چه کمک هایی میتونه به جمهوری به مردم ما در داخل کشور بکنه. من شخصا معتقد هستم که اگر بتونن مسائلی که مربوط به رسانه هست، راجع به اینترنت هست و همینطور اگر بتونن که یک بودجه، حتی این بودجه که تشکیل میدن برای حتی به صورت قرض الحسنه هم اگر باشه، یعنی که قرضی رو به مردم ایران بدن و این قرض رو به صورتی بتونیم به مردم ایران برسونیم، این پول رو به مردم ایران برسونیم که بتونن دست از کار بکشن و سر کار نرن، برای اینکه بالاخره اون کسی که روزانه کار میکنه یا سر ماه باید اجاره خونه بده یا هزینه های دیگه داره، در حقیقت اگر بتونن یک همچین بودجه‌ای رو تهیه بکنن و مسائل لوجستیکش رو حل بکنن که این پول به گونه‌ای به دست مردم ایران برسه، من مطمئن هستم کمتر از یک ماه جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، برای اینکه تمام کارمندان دولت، کسانی که از دولت حقوق میگیرند یا درآمدشون از اونجا هست، میتونن که دست از کار بکشن. در ضمن همین موضوع اینترنت هم که راجبش صحبت کردیم میتونه کارساز باشه. در موارد دیگه‌ای که میخواستم راجبش صحبت بکنم در قیمت آقای مناشه امیر این بود که همینطور که میدونین خوی ما زلزله‌ای داشتیم و اخیراً هم چند روز گذشته هم که البته این عکسو که میبینین یه بچه هست که یخ زده و در همین رابطه هم چند روز پیش یک پدر و پسر به خاطر گاز گرفتگی هیزم گاز کربونیک در یکی از این چادرها فوت کردن و این چادر رو شما ملاحظه کردین. در اخبار جمهوری اسلامی آمده که کاروانهای چادر و کاروانهای غذا دارو به طرف ترکیه رفته، به خصوص جمهوری اسلامی سنگ تموم گذاشته برای کمک به زلزله زدگان سوریه و با در حقیقت اگر که ما وضعیت معیشت مردم ما درست بود، اگر که چادر مرتبی داشتن، این چادری که ما الان دیدیم این چادر برای اقامت نیست بلکه چادرهای مخصوصی هست برای کارهایی که در این مورد به قول معروف چادرهای صحرایی هست، ولی این چادر نیست، ولی چادرهای مخصوص برای سوریه فرستادن، کاروانهای غذا و دارو و پزشکی فرستادن. ولی من سوال من از سران کشور جمهوری اسلامی این هست که چرا این سرویس ها رو، چرا این خدمات رو به مردم خود ما نمیدین؟ واقعا دشمنی جمهوری اسلامی با مردم ایران چی هست؟ من اینو مطمئن هستم دستورهای در این مورد رو این سپاهیان و سرداران نمیگیرن، بلکه این دستورات اکیدی هست که از طرف خامنه ای گفته میشه. یک کلیپی من دیدم که البته الان حاضر نیست که خدمتون گفته بشه، یعنی نشون بدیم، یک صدای سیما رو نشون میده با چند تا از این سرداران و اون کسانی که مسئول پخش غذا و اینا هستن دنبال میکنن دوربینو و اینکه یک جفت کفش برای یک نفر در همین چادرها آورده بودن. شما فکر کنی که یک سازمان خبرگزاری مهم کشور یعنی صدا و سیما با چند نفر از همکارانشون
آمدن از مرکز برای دادن یک جفت کفش. من اینو اگزاجره نمی کنم، یعنی چیز به خصوصی رو نمیگم، ولی میخوام نشون بدم که این کارشون هم پوپولیسته، فقط برای یک جفت کفش اومدن، خود آبروی خودشونو میبرن که برای یک جفت کفش اومدن. ترکیه اعلام کرده 45 کشور خواستن که کمک بکنن و کمکاشونو مرتب میفرستن، از جمله گروه ها، کمپین های پزشکی، غذایی، دارویی و غیره. و جمهوری اسلامی از اینکه درخواست های کشورهای مختلف رو رد کرده. در یک کلیپ دیگه که الان آمادگیش نیست که خدمتون نشون بدم، خانومی هست آذری زبان که ویدیوش توی رسانه ها هست، میتونین ببینین. این قسمتش به فارسی و قسمتش به آذری میگه که شما، به جمهوری اسلامی میگه شما که به ما کمک نمی کنین، چرا اجازه نمیدین مردم ما کمک بکنن؟ منظورشون اینه که کسایی هستن که از اقصی نقاط کشور با ماشین خودشون، با وانت های خودشون به طرف خوی رفتن و در این برنامه ها اجازه ندادن که سپاهیان و کسانی که ماموریت دارن، اجازه ندادن که این کمک ها به دست مردم برسه. در مورد دیگه ای که بخواستم راجع به صحبت بکنم، فردا روز جمعه این 8 نفری که قرار هست در واشنگتن در دور هم جمع بشن و یک بنر هم هست که اگر مهندس فرزاد نشون بدن، راجع به این موضوع چند کلمه صحبت بکنیم. یک کلیپی هست که این 8 نفر، شاهزاده رضا پهلوی، بله، این 8 نفر قرار هست که فردا دور هم جمع بشن. البته 2-3 نفر از اینها به خاطر فرصتی که نداشتن خودشون رو برسونن، توسط اسکایپ یا از طریق زوم شرکت خواهند کرد و این به نظر همه دستندرکاران یک خبر بسیار خوبی هست و این خبر میتونه گسترش پیدا بکنه برای نشست های بعدی که در نظر گرفته میشه. در این حال این موضوع در دانشگاه جورج تاون انجام خواهد شد و تعدادی دعوتنامه هم برای کسانی که کمک کردن به این برنامه فرستاده شده که مسلما ما عکساشون و تفسیرشون رو در چند روز آینده، یعنی بعد از این نشست، خواهیم داشت. من صحبتمو کوتاه میکنم و باز هم پوزش میخوام که این برنامه‌ای که با آقای بناش امیر داشتیم قطع وقت شد. امیدوارم که در آتیه خیلی نزدیک دو مرتبه با ایشون نشستی رو داشته باشیم. من صحبتمو قطع میکنم و برای شما آرزوی سلامتی دارم و برای هموطنان عزیزمون با خبرهایی که در ابتدای این نشست گفته شد راجع به کنفرانس مونیخ، نشستی که فردا هست، راهپیمایی که در کشورهای، در شهرهای مختلف دنیا هست، کمک‌های خوبی رو، به اصطلاح خون جدیدی رو وارد رگ‌های مردم ما در داخل کشور بکنه و اونا بتونن هر چه زودتر باز هم برگردن به خیابون‌ها و بتونیم که به زودی وضعیت سرنگونی جمهوری اسلامی رو از نزدیک ببینیم. تا هفته آینده بدرود میگم به شما.